شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی رادیو تلویزیون رنگارنگ، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روبرا باشید و برقرار و سلامت. امروز اورمزشید از سال 8508 اشو زرتشتی و 12353 مهر میترایی، هزار سال بعد از یخبندان بزرگ و شروع پادشاهی کیومرث. این برنامه را از دورترین نقطه، یکی از دورترین نقطه های به ایران، یعنی از وینا ویرجینیا واقع در واشنگتن متروپولیتن اریا، با یاری کمک این هموطنان عزیز، شراکت این هموطنان عزیزی که اسامیشون رو در اون زیر میبینید، برای شما در ایران پخش میکنه به طور زنده و مستقیم. شما 2 دقیقه اما طلب دارید، 4 تا تلفن دارید، 1 اسکایپ که میتونید از این طریقا با ما تماس بگیرید. اگر حرفی برای گفتن دارید، برای سلام علیکم این چیزا رو، هم یه ایمیل بدی، آقا حالت خوبه، یا حال همه خوبه، منم طرف شما به همه میگم. ولی اگر صحبتی برای گفتن دارید، یه چیزی که به درد بقیه مردم میخوره و یه افشاگری چیزی هست، من در خدمتتون هستم. اگر نه، نگران نباشید، کسی نباشه هیچ مسئله نیست. ما صحبت میکنیم هر جا موقع هم که خاص شدیم، یا آهنگ میذاریم و لذتشو میبریم. به قول خودمون هیچ جا وا میدیم نه کم میاریم، هیچ رقم. البته به دروغ این کارو نمی کنیم، به راستی. شما مثلا رو دعواسی نداشته باشی، تشریف میارید اینجا، قدمتون رو چشم، صحبتی دارید بکنید. به هر حال اینجا ما دشمنان مردم ایران هستن، یه مش این طول موله هاشون، این بچه کونی هاشون میان بعد بیرا میگن و اینا، اشکال نداره. اگر تونستن، ما تلاش میکنیم که صداشون رو در نطفه خفه کنیم، ولی خب اگه نتونستیم خفه کنیم، ممکنه چیزش بیفته بیرون. مثل یکیش همین بود که الان زنگ زد، همین یه مادر قهبه‌ایه که زنگ میزنه، انقدرم خره، مثلا شماره تلفنش نمیفته. چند بار، یکی دو بار گرفتمش، میدونم کیه، بعد شماره تلفنش نمیفته، بعد همینطوری، یعنی مثل که ابا از این چیزاست، لحن صدا ایناش ابا خواهره. از بس که هم خرن اینا، نمیدونن، کارمون رو راحت میکنن. به هر صورت اینجوریه. خب یکی دوتا ایمیل ها رو میگیم و میایم سراغ بقیه قضایای داستان. آن تلفن ها رو هم که 4 تا رو گفتم دیگه، یعنی این تلفن ها رو توی دفترچه تلفنتون، توی قسمت هوش، تلفن های که اینترنت داره دیگه، تلفن هوشمندتون توی دفترچه ذخیره کنید، یعنی ذخیره سیوش کنید و بعد ضمناً برید این اپای مجانی رو هم، واتساپ و اینا هم که خیلی اینا واقعا چیزه، چه به قول معروف نعمتیه، اینا رو هم توی تلفنتون بریزید، برید داخل دفترچه تلفنتون، یعنی از داخل اپ برید داخل، نه که از خارج از اپ یا یه ضرب برید سراغ دفترچه تلفن، نه، از داخل اپ برو داخل دفترچه تلفن، شماره ما رو بگی، خیلی راحت دلینگ و دلینگشو میشنمی. ما اینجا میگیم آقا بفهمید، خواهش میکنم، در خدمتون هستی، همین به همین سادگی. تلفن همون هست 201. بعضی ها که خیلی میترسن و اینا، هی تلفن ها ما رو پاک میکنن میذارن، نمیدونم این ور اون ورش میکنن، نمیدونم رادیو رو سعی میکنن یه جای دیگه بگیرن. البته حق دارن، هر کسی چیز مالک ترس خودشه، هیچ اشکال نداره که این کارو بکنه، اون کارو بکنه و احتیاط رو رعایت کنه، هیچ مسئله ای هم نداره. عرض کنم که 201
خیلی داستان جالبی. اگه اون اونطوریه، حالا خیلی جای دیگه هم هستش که این رنگارنگ پخش میشه، همش چند تا رادیو با هم، یعنی رادیو گذاشتن با همین چیز، اونجا هم هست. ما اصلا بی خود مثلا اپ درست میکنیم برای شما، ولی خب اشکال نداره دیگه، حالا اون واسه کسای دیگه. دو صرف یک، البته شما هم حق داری، اینم بهتون بگم، شما هم حق داری، یه عده احتیاط رو رعایت میکنن، این شرط عقل هست، هیچ هم اشکال نداره. مثلا اونا که زیاد تو این اداره دولتی و اینا رفت آمد دارن. 201-703-255-5500. 201 دومیش رو میخوام بگم، 201-703-216-33-33. سومیش 201-703-282-75-16 و 201-202-867-88-02. در خدمتتون هستم استاد گرامی. الو، درود بر شما. الو، بفهمید جناب علی؟ الو، بله بله صداتون میاد. سلام عزیز، خوب هستین؟ درود بر شما. میترای زرتشتی هستم. میترای زرتشتی، قربونتون برم. درود بر شما عزیزم، قربونت برم. اول کار یه خسته نباشید بهت میگم، روی ماهتو میبوسم، درود فراوون دارم براتون، فدای شما بشم. ما دشت کردیم از دست زرتشتی، لعنت بر هر چی میگم، دشت کردیم از دست زرتشتی، لعنت بر هر چی شیعه و ایناست. بفهمید. آمین. بعد یه قربونتون برم، یه سلام و درودم برم برای خانم پیدریوی عزیز و خانم عاشقا اهورامزا و عدالتشون نازنین که از من تعریف کردن. جان من چیزی نمیگم. الو، من چیزی نمیگم، صدای شما بلند و کوتاه میشه، بفهمید. آها، بعد سلام و درود دارم برای همه دوستان یاران عزیز، روی ماه همشون رو میبوسم. خواستم بگم پیرو صحبت‌های آقای موش مصنوعی، ایشون دقیقا درست میگن، همونجور که اون شب گفتم از خانمایی که شوهر دارن، حالا درصد ایشون برای خودشون یه جورایی دارن گریزی میزنن، آقایون زن دارن خیلی از این کارها میکنن، خیلی شیطنت دارن و اصولا دوست دارن که یه عشق تو زندگیشون باشه، یعنی اصلا جامعه رو اینطوری رشد دادن که فقط زنان مثلا در پی آقایون باشن، آقایون هم در پی خانوما باشن، به چیز دیگه فکر نکنن. مثلا ممکنه خیلی گرفتار باشه طرف، ولی بیشتر زومش روی مثلا اون خانومیه که حالا باش دوسته، یا حالا میخواد مثلا در آینده یکی رو پیدا کنه. کلا میگم به گن کشیدن، چه زن شوهردار، چه مردا، چه دخترها، چه پسرها، اینه که باید واقعا یه فرهنگ سازی درست بشه که آقایون بفهمن که مثلا نباید وقتی زن دارن مثلا حالا شیطنتی بکنن، حرکتی بکنن، یا همچین خانمایی شوهر وقتی تعهدی هست دیگه این کار غلطه. اگرم از اون زندگی خسته شدی واقعا اون زندگی رو تموم کن، بعد حالا میخوای شروع جدید بکنی انجام ده. خانم مشکل من خدمتتون بگم چیه؟ مشکل این مشکل ادیان یهودیه که این قوانینی که گذاشتن مردسالاریه. بله متوجه این. حالا من در ایران رو دارم صحبت میکنم، در ایران بل. همه بل. چیز تحت تاثیر خارج کنم، در ایران همه چیز همین ادیان یهودی مردسالاریه، بنابراین همیشه مرده به خودش حق میده که چیز کنه دیگه، همین اجهافو انجام بده، و زنا اون از نظر قانونی ندارن. وقتی قانون از مرد حمایت میکنه مشکل پیدا میکنه خانومه. بله بله. حالا من نمیخوام سرتون رو درد بیارم، مثلا من تو اکیپ دوستام، قربونتون برم، تو اکیپ دوستام خب اکثرا مطلقه، مثلا من توشون بیوه شدم، اینا مثلا خب من مخالف کارشون بودم که مثلا همشون با مرد زندار دوستن،
خلاصه من این تجربه رو کردم که یه دوره مثلا با یه آفسری دوست شدم و دیدم نه ایشون خیلی گیر میده و اذیت میکنه و مانتو جلو باز نپوشه و الان کجایی و زنگ میزد خونه، حتما باید خونه باشی. دیدم خیلی رو اعصاب منه. خلاصه من یه آقا رو تونستم بزنمش کنار که خیلی هم پیله کرده بود و نه من تو رو ترک نمیکنم اینجور حرفا. بعد یه مدت دوستان منو تشویق کردن، حالا ببین مرد زندار خیلی بهتره، اینجوری گیر نمیده، اذیتت نمیکنه. خلاصه من عذر میخوام از همه، این کار اشتباه رو کردم. یه دو سه ماهی با یه آقای دوست بودم، وقتی خواستم تمامش کنم ماجرا رو گفتم به وجدانم درد میگیره، من خودم میذارم جای خانومت، اگه خودم شوهرم کار میکرد خب من. خلاصه زن یه بوی میبره از اون مرد، همچنین که مردم میفهمه که زنش داره یه کار اشتباه میکنه به زور. یعنی اصلا بهتون میخوام بگم این آقا انگار مثلا از یه مجردم آزادتر بود، یک گریه های بدی توی ماشین میکرد، انگار که مثلا هر کی میدید فهم کردن یکیش خود شده. عجب زنازه های های گریه های های گریه. و دلم واقعا برای دخترهای جوان میسوزه، یعنی اکثرا تمایلی به دختر ندارم. من خودم با دخترم میرم بیرون، حالا تو اجتماع، تو مدرسه، تو فلان، خب برخوردم بیشتر با آقایونه، بیشتر مثلا میبینم که گراشون رو منه تا دخترم. وقتی هم مثلا خب باشون یکی دو نفر سمی هستم میگم چرا، خب مثلا دخترم خوبه فلان خوشگله، مثلا باش دوست شو. حالا میگه نه خودت بهتری. حالا مثلا خب میگم من که از تو 10 سال بزرگترم، به درد تو اصلا نمیخورم. نمیدونم چرا جوونا اصلا تمایلی به دختر ندارن. پای صحبتشون هم میشینی میگه آره تو رویایی خیلی... میشن سری میگن ازدواج و خونه و خب میگم حق دارن، اونا هم جوونن، آرزوهای قلبیشونه، دوست دارن سر و سامون بگیرن. اصلا آقایون بیشتر دنبال مثلا زنای پخته تر میگردن تا دخترها. جوو اینطوری خراب کردن. دیشب آقای هامان عزیزم گفت و انقدر قشنگ توضیح داد ازش ممنونم که قشنگ همه چیزو بازگو کردن. ولی دیگه باور کنیم به لیکود و بیکود رسیدم، دست از این دنیا شستم. یعنی گفتم وای چی میخواد بر سر ما بیاد. یعنی سعی کردم فقط یه لحظه چشم ببندم بخوابم، اتفاقا خوابم هم برد که بعد صبح پاشدم درست سر جایی که میخواستم بازپخش ببینم، درست از همونجا روشن کردم که دیدم آقای هامان داره میگه. دیگه بقیه ادامه برنامه رو گوش کردم دوباره بعد از اون که تموم شد، از اول گوش کردم تا همین که دوباره سری جدیدشون شروع بشه. خلاصه همه رو گوش کردم و یه درود و سلامم برای آقای ولی در مورد این بحثی که شما صدای من خوب میشنوید؟ بله. در این بحث همین زن و مرد و اینا بیشتر مسئولیته، یعنی اینی که دختره خرج داره مثلا خانومه خرج نداره، متوجهی؟ بله. بیشتر مسئله به نظر من، من البته تو ایران نیستم نمیدونم اینطوری، ما هیچ وقت نشده که مثلا چیز بشه، ولی به هر حال من فکر میکنم که اونه، یعنی اینطوری هستش که اونا میگن آقا این بدنم هر وقت خواستم میتونم بزنم به چاک، ولی با دختر که عاشق و عشق و عاشقی پیش میاد دیگه خیلی دیگه وزن ناجور میشه. درسته. ببینیم مثلا یکی از حرفاشون این بود که مثلا از چند نفری که سوال کردم میگن اولی حرفی که میزنن مثلا بعد از یه سلام و احوال و تلفن بعدی اول میگن یه شارژ برامون میفرستی، بعد یواش یواش یه مانتو برامون به شما میگن، یعنی به زنها میگن. مثلا آقایون که درد دل میکنن مثلا میگن چرا سمت دختر نمیری، مثلا این تزو به من میدن، این راجع به این چیزا با من صحبت میکنن. یعنی دختره میگه یه شارژ برای من میفرستی؟ آره، اول از یه شارژ 2 تومانی شروع میشه، بعد یواش یواش شارژ میشه 5 تومن، بعد میشه 10 تومن، بعد یواش یواش ببریم بیرون و مثلا فلانه و بساره. یعنی دختره این حرفو میزنه دیگه، منظور فیلم. آره، حالا یه مانتو هم برام بخر و حالا خب مانتو رو خریدی، شال هم باش ست. خلاصه خیلی دست پسره میذاره، اینه که پسره اصلا دوست ندارن، تمایلی گرایشی به دختر زیاد ندارن. اینه که ازدواج ها کم شده، از یه طرف هم خب این گرونی و اینجور وضعیت اقتصادی، اصلا که حالا فکر نکنم کسی تن به ازدواج بده، حالا 1 در 1000 شاید این کارو بکنه. اینم زندگی اینطوری هم، یعنی به هر حال من چیزی هم، ولی زندگی اینطوری این مردم نمیخوان تکلیف خودشون رو معلوم کنن، همه سعی میکنن که یه جوری بارشون رو ببندن، اینم به جایی نمیرسه عزیز.
بله درسته. خب ببینیم مثلا، خب اصلا من از این ازدواج ها که اصلا دوست ندارم دوباره بله آدم بگه بعد اون عقد خونده بشه. من میگم آدمی که به هم دیگه تعهد داشته باشه، تعهد داره، آفرین. حالا که مثلا حالا میتونن حالا اسمشون گذاشتن ازدواج سفید، این خب خیلی شیکتره، قشنگتره، ولی خب حالا هر کسی زیر بار نمیره، مگر اینکه مثلا خب 50% آقای مثلا زندگی رو دست بگیره، 50% هم آخه خانم با هم ببین، توافق میکنن. در جامعه ایران ازدواج سفید معنی نداره. اینا گول زدن همدیگه است. آخه در ایرانی که مو ازدواج سفید، اگر معنیشو من دونسته باشم، اگر از نظر قانونی زن و مرد 50-50 باشن، آره، یعنی زن رو پای خودشه، مرد رو پای خودشه، بعد آره. اینطوری خوبه. ولی اینی که از اینا همه مردم خرکنی و عوام فریبی ازدواج سفید میتونه زن و مرد، اینا همش کلک همین داستان ادیان همین یهودی در ایرانه که آقا میتونه این کار بکنه، این کار بکنه، برای سر خاطر اینکه حریف مردم نمیشن. میبینن اونا هم از نظر پولی نمیتونن مردمو چیز کنن، یعنی مردم از نظر پولی بهشون برسن، در نتیجه مردم هم میگن چیکار کنیم، ازدواجشون خرج داره، اگه ازدواجشون نخوان بکنن میبینن این همه دختر و پسر همه ولوان، در نتیجه خود به خود به مسئله علکی اسمشو گذاشتن ازدواج سفید. که بعد هیچ بازم میگم که مثلا خود شیطنت های خودشون رو دارن، هیچ تعهد کاملی به هم ندارن. آفرین. ولی اگر زن و مرد با هم برابر باشن، اون موقع از نظر حقوقی ها، من دینی رو ولش کنم، اصلا من دینی چیز ارزش قائل نیستم، چون دین برای مسئله حقوقی ارزش قائل نیست، برای قانون ارزش قائل نیست. برای اون اگر از نظر قانونی 50-50 باشن، دختره رو پای خودشه، پسره رو پای خودشه، هیچی هم اگه آقا فردا با هم نباشن، اون دنبال کار زندگیشو داره انجام میده، اونم داره کار زندگیشو انجام میده، منتی ندارن. در ضمن قانون وقتی حمایت میکنه، پسره نمیتونه بیاد نه گریه بکنه نه مثلا دعوا بکنه، هیچ کدومو نمیتونه انجام بده. به لحاظ اینکه قانون از دختره حمایت میکنه، برعکسش هم از پسرم حمایت میکنه. مرد و زن منظورمه، حالا چه فرقی میکنه پسر و دختره؟ اینطوری بله، این باید در ایران حکمفرما بشه. نباشه مردم بدبختن. مردم ما داریم برای مردم اینا میگیم دلار نفتی، ولی در کنار دلار نفتی که حق این مردمه، خیلی مسائل قانونی وجود داره که کمک میکنه از دلار نفتی هم بیشتر به این مردم. ولی خب این مردم دیگه چیز شدن، در خودشون توانایی رو نمیبینن، یا اینکه گول این آنوسی ها رو میخورن، یا فکر میکنن که یه جوری بارشون رو ببندن، حالا ببینیم فردا چی میشه، فردا چی میشه، حسابی همه چی رو باختن. بله کاملا درست. میگم که آقایون که مثلا ازدواج کردن و زن دارن، خیلی تمایل دارن که یه کسی تو زندگیشون باشه، حالا مثلا یواشه که یه تلفن کوچیک و یه پیامک کوچیک و اینا، نمیدونم روحشون رو ارضا میکنه چی، یعنی خستن یه حالتی که مثلا دیگه 20 سال 25 سال از زندگیشون گذاشته، براشون یک نواخت شده، حالا مثلا میخوان یه تنوعی بدن. من یه چند تا از آقایون که سوال کردم، من دوست مجازی و اجتماعی آقا زیاد دارم، ولی در حد همین یک دوستی، مثلا ازشون سوال کردم که چرا مثلا تمایل دارن. آقای میگه آخه هر شب که نمیشه شام قرمه سبزی خورد، یه شب هم آدم فسنجون پلو میخوره، یه شب هم آدم مثلا چلو کباب میخوره، اینجوری مثال میزنن برای آدم. خب این حرفشون رو خیلی مردم میزنن. من چیز این یه چیز چجوری بگم، یه چیز درستیه، یعنی از نظر کلن مردا توی اون چیز، اما چون هم اکثر مردای نه تنها ایران، همه جاها و هم تو چیز میکنن. اما مسئله سر اینه که اگر 50-50 باشه، اینا مجبور میشن، چون زنم همون حقوقو داره دیگه، خیلی هم قوی، اون موقع اینا مجبور میشن پای زنه بشینن. وگرنه هرچی ما سعی میکنیم این مسئله برای خانوما بگیم، البته شما خیلی شامتت خوبه، خیلی هم آدم درستی هستی که این مسئله رو باز میکنی، با شما میشه بهتر مسائل رو باز کرد،
و گفت. به همین جهت اگر همه اینا به اون 50-50 بستگی داره، مسئله دینو بلش کن، مسئله سر اینه که وقتی مرد ببینه آه اگه پاشو کج بذاره زنم میره، دختره یا زنم میره برای خودش، این حواسش رو جمع میکنه، دوتایی به هم میچسبن. ولی موقع بله، این زمانی اتفاق میفته، این چیزایی که شما میگید. و خلاصه منم همون زمان ها بودم دیگه و دارم و ازدواجم کرده بودم، این زمانی اتفاق میفته که تمام مسئله زن و مرد به همین مسئله دینیه، یعنی چیزه مرد سالاریه. و ضمن اینه که این مرد سالاری خود به خود توی مغز مرده اینو به وجود میاره که آره بابا چرا هر روز مثلا قرمه سبزی بخوریم، نمیدونم فسنجون یه شب هم بخوریم یا یه روز هم بخوریم. این مثلا این باعث میشه که نترسه. همینطوری که دین توی مردم رواج داره به خاطر ترس از جهنم و نمیدونم از فلان و این چیزاست، مسئله ازدواج و چسبیدن یعنی دو نفر با هم دیگه اینه که اگر از هم فاصله بگیرن اون بابا میتونه همه کارو بکنه که تو میکنی، بنابراین اینا سعی میکنن که با هم باشن. این مسئله خیلی مهمه و این ترس از این که زنه دوست پسر نگیره یا مرده دوست دختر نگیره به هر دوتاشون رو به همدیگه نزدیک میکنه و با همدیگه نگه میداره. این خیلی مهمه. بله توی جامعه اینطوریه دیگه و خیلی مسئله هم هست. ولی یواش یواش هم فرهنگشو میاد بالا، یعنی بیشتر میشه فرهنگ این که زنا کار میکنن توی اداره جایی که همه مردا هستن، مردا وقتی که جرأت ندارن حتی یا تماس بگیرن یا فلان کنن بی خودی و بیده یعنی چیز بشه، اینا باعث میشه که زن یواش یواش اون جایگاه خودشو در جامعه و در کشور پیدا میکنه. الان نه الان که... چیز کالا در یه چیزی مثل خب این آخه تو نگاه کن این یارو آخونده دعیوس و یارو هر کاری دارشون بخواد میکنن، زن و کالای خودشون حساب میکنن، خیال میکنن که ایران مثلا سرای چیز سرای نزدیک اسرائیل تو اون سرای اونجا و عربستان و این چیزا، و هر کی مرده الان داره میره بیرون با مثلا با دو تا شیر میجنگه، بعد این غذا رو برمی داره میاره واسه همه زن، چرت و پرتا مزخرفاته ایناست. این مشکلات اینجاست. ولی این خانم من تعجبم از این خانوما که هم یعنی عزمشون رو جذب نمیکنن و در مورد در صورتی که خانم ها میتونن در این راهی که من میگم بارها هم صحبتش کردم، یعنی دیوار نویسی اسکناس نویسی برگشته به زرتوش، خانم ها راحت میتونن برگردن به زرتوش و به طور غیر مستقیم پچپچه رنگارنگی بکنن که اصلا پچپچه رنگارنگی 50% جامعه بیشتر خانم ها هستن، اصلا دنیا رو ور داره. ولی این خانم ها به خودشون دارن ظلم میکنن، اصلا میتونن با پچپچ با شوهرشون شروع کنن بدون غیر مستقیم. انقدر فضا دارن اینا که برای نجات خودشون میتونن کار انجام بدن که حد نداره. ولی متاسفانه چیزن دیگه، گرفتار در صورتی که خانم ها با غیر و قنبیله ای که میان و نمیدونن فلان، حتی اگر لو هم بره مثلا میگه مثلا تو هم زردوشی شدی، مثلا خانم زرتوش میگه نه آنوسی میشون، میگه نه نشدم. ولی صحبت از زرتوش بکنه یا صحبت از من غیر مستقیم رنگارنگ رو بکشه تو خونه که اونم نگاه بکنه، یا اون بهتر مرد رو میشناسه. رشنگ تمام مردا چیزن گرفتار زنا هستن، یه جایی ممکنه تمرد کنن ولی باز دوباره این گلوشون پلو زن است. به همین جهت این مسائل رو خانوما استفاده نمی کنن که خودشون رو از این گرفتاری نجات بدن، من غیر مستقیم همینجوری که من میگم با پچپچ رنگارنگی با چیز با برگشت به زرتوش خانوما بدون که آنوسی بشن. خانوما بهترین کسایی هستن که میتونن آنوسی بشن، اولین محل تمرینشون رو اینا مرد است، بعد بچه هاشونه، همینا هستن میتونن قشنگ همچین ایران این خانوما میتونن نجات دادن که حد نداره. ولی متاسفانه به خودشون بد میکنن و خیلی دیر میجنبن و
بی خودی ناامیدن، در صورتی که خانوما میرون خیلی هم تعدادشون هم زیاده میتونن به راحتی پس این کار بر بیان. اینطوریه داستان. امیدوارم که همه خانوم ها مخصوصا بیدار بشن و حالا ما با شما فعلا شروع میکنیم تو بعد برای خانوم. من که دارم وظیفه ها انجام میدم. خیلی کوچیکه. اسپانسر هستن اونا همه هستن، خیلی خانومایی که در ایران مثل شما هستن و چون شما روبرون بودی از این نظر گفتم. قربونتون برم. البته من یه وظیفه کوچیکمو دارم انجام میدم، پیش پیش هم میکنم، برگشت به زرتشتمو انجام دادم و همین که فعلا دیوار رو ننوشتم. میدونین یا حالا دیوار به کار شما نیست. این خانوما اگه همشون پچ پچو برگشت به زرتشت انجام بدن، گفتیم دو تا کارشو انجام بدین کافیه دیگه، کافیه این. بله. و در ضمن چیزه، خانمایی که شوهر دارن و اینا میتونن از با مردشون شروع کنن، یک مثلا رنگارنگو بگیرن، بعد عوضش کنن، بعد ببینن چیه. همه این مسائل رو میتونن انجام بدن. چرا؟ چون اولین مشتری همین شوهر است. نظر فکری منظورمه که ممکنه خیلی گرفتار باشه، حتی ممکنه در این مورد رنگارنگ و راه حلی که ما ارائه میدیم به نفع شوهرش باشه، حداقل در مغزش باشه. حالا ممکنه با بعضی بقیه چیزاش مخالف باشه، چه اشکالی داره؟ کاملا درسته. وقتتون رو نمیگیرم عزیزم، وقت دوستانم نمیگیرم. خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادین. الو خواهش میکنم. احساس میکنم قطع بس میشه. نه قطع بس نمیشه، خیلی هم عالیه. درودم برم برای آقای کیوان زنگار، خوشحالم که صداشون رو میشنوم. امیدوارم هر جا هستن سلامت و موفق باشن. و یه سلام و درودم دارم واسه آقای بچه شراره که میگفت پریشب رفتم بنویسم و دوتا سگ دنبالم بودن. مهرشونو به این سگا خیلی لذت بردم که انقدر سگ دوستن و حیوان دوستن. چون من خودم بالاترین نظرم که وقتی مثلا میگم بابا نظر برش کن دیگه عجبا، نه این کارم انجام بشه. نظر علکیه، نظر خالی بندیه. نه من نظر چیزی نمی کنم، من برای سگای خیابونی غذا رسانی می کنم. یعنی کاملا هم این بهم الهام میشه وقتی هم دارم این کار میکنم، اصلا یک انرژی کاملا عالی در من میشه. غذای سگا رو بده به امام ها بهتره. نه بعد قشنگم دعاشون گیراست این حیوان ها و انقدرم با محبت و مهربونم، با اینکه خیابونی هستن عاشق نوازش و محبت و یعنی قشنگ حس میکنن میفهمن آدم ها چی هن. اینه که خواستم یه درود و سلامم خدمت بچه شرره. خیلی هم بال بود و اون شب هم که آقای تغییر نژاد بود فکر کنم زنگ زده بود، میگفت میترسم و فلان و اینا، این آقای بچه شرره اومد رو خط گفت خب تو سر هر کی بذارته. آقا من اینو هر جا یادم میفته، حالا بیرون تو خیابون تنها هستم خود به خود خندم میگیره. میگه حالا مردم فکر کنم من دیوونه شدم برای خودم، یه بود سوپرمارکت خندم میگیره. نمیدونم چرا این جملهش میاد تو ذهن من. خیلی بال با اون لحظه خودش گفت خاک تو سر هرین که میترسه. در ضمن منم سلام بلند بالایی دارم به همه اون خانمای مطلقه ای که جزء دوره شما هستن. قربونتون برم. دعوت میکنیم به زرتشت دیگه. بگید بله آنوسی بشن. از طرف من بله میکنم. من میگم اون شب یه دوره همی بودیم، هر شب آقایونم بودن، ولی خب آگاهشون کردم و یه جورایی هولشون دادم به ارشادشون کردم. وقتتون رو نگیرم عزیزم، روی ماهتون میگوزم. قربان شما، زنده باشی، موفق و پاینده باشی. یا زرتشت، هزاران بوسه برای شما، فدای شما، خداحافظ. یا زرتشت، قربان شما. خیلی ممنونم از میترای زرتشتی. باور کنید این یه قدرتی یعنی خانوما. الو بفهمید. الو آقای داور. بفهمید جناب. درود بر شما. درود بر شما. خواستم در جواب خانوم بگم اگه کسی عاشق همدیگه باشه هیچ موقع خلاف نمیکنه. اگه زن و شوهر عاشق همدیگه باشه هیچ موقع چشون به دنبال کسی دیگه ای نیست. دوم مردا چون گرسنه همیشه میرن دنبال زن. اگر بچگی تو مدرسه این
این آگاهی‌ها رو بهشون بدم، مثل خود من موقعی که اونم دانمارک به همه نگاه میکردم، چون اگه مملکتی اومده بودم که همه چادری و نمیدونم اومدم اینجا اینا دختره دانمارکی همشون، ولی یه مدتی که موندم دیگه اصلا واسه من دیگه عادیه، یعنی مثل خود اینا من شدم دیگه، هیچ احساس اینا که مثلا برم تو خیابون دخترها رو نگاه کنم یا خانومها رو نگاه کنم. اینجا وقت شما آزاد باشی اون بحث عشق و عاشقی هم میاد در میون. آقا ما داریم راجع به آقای مهندس بعد از این، ما داریم راجع به ایران داشتیم صحبت میکردیم، شما پریدی مثلا دانمارک رو به رخ ماو کشی. نه میگم اگه تو ایران آقا شما آزاد... تو ایران هم نخه اون حرفی هم که میزنید، یعنی عشق هم عین باتری میمونه، بعدن تبدیل میشه به یک مودت و دوستی و یه چیز دیگه، باتری هم یه موقع تمام میشه. عشق اونطوریه که میگه که خلاصه شعری یادنم، عشق اونطوریه، من خودم هم داشت این کارا رو کردیم دیگه، یعنی منظورم عاشق شدیم، من البته خیلی سخت عاشق بشده نشده، ولی کلن این دوستی رو این چیزا رو، ولی آدم یکی رو دوست داشته باشه مثل اینکه عاشق اونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ آقا شما عشق رو نمیتونی بفروشی، گرسنه‌ام بشی عاشق بچتی، وقتی عاشق خانومتم بشی. شما عاشق بچتی و اینا درسته، من که اصلا عشق به بچه و عشق به همسر و اینا هست، ولی در جامعه ایران ما داریم صحبت میکنیم. به هر حال شما بچه تعهد داری، فلان داری، این دیگه روزگار و اصلا سیستم طبیعته. چه حالا شما بگی چه نگی، بازم خیلی آدم ها پیدا میشن که این عشق نداره، نه یه تعداد بسیار کم، ولی به هر صورت شما اون چیزی که میخوای راجب ایران دارین صحبت میکنی، نه راجب دانمارک. بعدم آقای داور من شنیدم گوگل از سال آینده باید پول بدی، مثلا اگه بخوام یه سایت بری یه مثلا در سال چیز داره، طبقه بندی داره، مثلا نتفلیکس مثلا اینا رو شما باید در سال پول بدی، وقتی بخوام باید تو سایت مثلا رنگ و رنگ شما باید پول بدی. حالا مبلغش تقریبا مشخص باشه اینجا از این غلط ها نمی کنن. اگه اون کار رو بکنن خب، مگر اینکه بخوان انحصار ایجاد کنن. در آمریکا به هر حال یه انتای تراست هستش بر علیه چیزهای خیلی بزرگ، من فکر نمی کنم اینطوری بشه، چون این گوگل مگه میخواد چقدر پول در بیاره؟ گوگل رو واقعا یه مزاحمه دیگه، چیزهای دیگه هم هستن غیر از گوگل، یاهو هست، هاتمیل چی؟ آره ولی به خاطر اینکه جریمش اروپا جریمش کرده 3 میلیارد دلار گوگل رو جریمش کرده به خاطر نظر مالیات تو اروپا، به خاطر همین گوگل میخواد مثلا تلافی کنه، میگه از سال آینده ما میخوام قیمت پول بذاریم، یعنی هر کسی بخواد تو هر سایتی بره باید یه پولی مبلغش حالا مشخص. 3 میلیارد اگه 3 میلیارد این جریمش کرده، یعنی شما مطمئن باش گوگل 100 میلیارد دلار بلند درآمد داشته، خب با 3 میلیارد میداد. آره اون درآمدش خیلی بالاست، مثل فیسبوک دیگه تقریبا. من فکر بعد آقای داور این تحریمایی که آمریکا دیروز هم شنیدی یا نه وضع کرده در مورد فولاد، آلومینیوم، مس، اینو بسته به حقوق بشر، یعنی شما این تحریما خیلی مشکل برداشته بشه در آینده، مگر اینکه ایران حقوق بشر رو کاملا رعایت کنه. بعد نه آمریکا تحریما رو بسته به حقوق بشر، یعنی چی؟ یعنی تحریم کرده به خاطر چیز پایمال شدن حقوق بشر در ایران. خب درسته، یعنی درسته دیگه، خیلی هم عالیه. آره میگم این تحریم ها خیلی درسته، یعنی دیگه نه، بله، موقع نه، بدبختیش اینه که سازمان ملل به حقوق بشر درست نیست، همش علکیه، همش زیر دست اینا میبندن آقا، اینا میبندن ولی خودشون رعایت نمی کنن. آقا چند ساله، 40 ساله قبلش هم زمان شاه هم همینطور بود، همین مسئله حقوق بشر بود، الان هم هست، هیچ اتفاقی نیفتاده، این شیره میمالن سر مردم دنیا، همین، هیچی نیست، دروغه. خب برداشته نمیشه آقای داور، هیچ موقع تحریم بر حقوق بشر اینجوری نبود. خب تحریم ها واسه اینکه تا موقعی که منابع داره، این میخواد این آنوسیا در ایران باشه، خب تحریم ها رو بر نمیداره،
موقعی برمیداره خیلی درآمد ایران خیلی زیاده از فولاد آلومینیوم مس، یعنی تقریبا مثل نفت میمونه تقریبا، اگه اینا قطع بشه نفت هم به فروشه باز کم بوده بودجه داره. این خیلی مسئله مهمی به نظر من در ایران، من با شما موافقم در ایران کم بوده بودجه نیست. چرا؟ چون اینا رو همه رو این آنوسی ها میدوزن. معلومه که در ایران اگر بودجه 10 برابر الان هم باشه کم خواهد اومد. بهت قول میدم آخر بودجه آخر سال کم میاد، واسه اینکه هر چی بذاری شما بودجه تعیین کنی اینا میدوزن سراغشون بزرگه. خب دیگه میگم دیگه همین جهت شما صحبتی که میکنی برباده. بعد آقا این دانشجو ما دادن دیروز روش خامنه این تلاشون رو بدن، این دانشجوهایی که والیبال جام جهانی با جوانان اول شده بودن تمام اومده بودن طلاهاشون رو داده بودن به خامنه ای، گفتم این خامنه از اینام نمیگذره دیگه، از طلاهای این بند خدا که رفتن ورزش کردن گرفتن اینا رو باید بگیر ازشون. نمادینه رفته بودن به دردن اون تمام نمادینه بهش یعنی نمادین مثلا آب طلاس یعنی نه منظورم اینه که نمادینه یعنی میخوان گوش مردم رو ببرن، میگن اینا که دارن میدن دیگه شما حتما باید بدید همه چیتونو مردم به از اون نظر به این صورت. آقا مزاحمت نمیشم، امری نداری آقا داور؟ نه آقا عرضی نیست، خیلی ممنونم از شما، چکردم اینو به من یاد دادی یادی امری نه شما یاد گرفتی الان دیگه خودت استایی. I love you آقا I love you قربانت برم زنده باشی چکردم برامت دنبال میکنم قربونش درود باشو. آقا از راکو راحت چیزی هستی؟ مشتی هر یه هفته هم دانلود میکنم یه چیزای جدیدتر میاد خیلی باحاله. ماشاءالله از آب کره میگیرم کیفیتش خیلی عالی آقا دارم خیلی باحاله دست درد نکن قربونه دارم قربانش بکرم. عرض کنم که اینم از این آقای مهندس بچه شکوفه که صحبتهای خیلی چیزی میکنه. به هر حال اینطوریه این مسئله بخشید اینجا رو راهی بیدادگاه بله اینجا بود ببخشید نباد. خب از خواهم که ادامه میدیم کجا بودیم؟ خب یه دونه کوچیک جناب ستاره زد میگه یه خانه را تو این مملکت میدن 400 میلیون آخه جوان پول از کجا بیاره یه خونه بخره ازدواج کنه، ما جوانهای مملکت خیلی فلان. خلاصه اینطوری میگه، ولی ما تحصیل ندارم آقای ستاره زرد، شما به جای که اینا رو واسه من بنویسی یه دو تا کلمه الان اون جلو دادم ولی واسه میذارم یاد بگیری رنگارنگ زرتوشو چجوری می‌نویسن، اونم جوانای دیگه نمیشتن، شما هم به اونا بپیوند به جای که ای پلو من قور بزنی جیگرشو نری فلان. آقا برو چیز کن دیوار نویسی بکن، روزی یه دفعه یه دونه بنویس ولی انجام بده، نه تو اون جوانای دیگه هم همینطور. کسی هیچ کسی مجانی چی گیرش نمیاد داداش، پدرمون در اومده ما تا حالا. حالا شما میخواید مفت و مجانی مملکت آزاد بشه که شما برید آقا برید اون بالا بشینید چلو مرغ بخورید و قلم رو چیه؟ دست خودتونه که تلاش کنید، شما تلاش نمیکنید همش میگی غصه این اونو میخورید 40 میلیون اینجا نمیدونم فلان اینقدر. خب معلومه چیز. الو بله سلام، شما روستای پیغمبر؟ آره خیلی خوب. آره سلام شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ درود بر زرتشت. در خدمتم. درود بر زرتشت روستای پیغمبر. بله بعد می‌خواستم یکی دو تا مطلب برای چیزای
خواهش می‌کنم. پولای قلابی تو ایران 5000 تومان یا خیلی زیاد شد. خیلی، یعنی راهبرا دارن حالا کی اینا رو میده چاپ میکنن اینا میدن خیلی زیاده. اینو خواستم بگم که گوشتاری باشه برای بقیه. بعد هوا یه الان مدتی هوای تهران بوی یه ذره بلندتر صحبت کن آقای روستایی پیغمبر. تهران هوای بوی بدی میاد. حالا نمیدونم این بوی میگه گازه، بوی لجنه، بوی نمیدونم شیمیاییه. بعد یکی از فامیلای ما دو سه روز پیش فوت کرد در سن 42 سالگی، سه چهار روز پیش بود. بعد ایشون معلوم نبود در کجا کار میکرد که سرطان ریه گرفته بود، ولی چیز ارتش بوده، در چیز ارتش بوده، 42 سالش هم بوده. و من احتمال میدم که من حد یعنی باش صحبت میکردم یه این کار کامپیوتری میکرد، میگم من میرم کامپیوترهای ارتشی درست میکنم، ولی من باور نمیکردم، میگفتم این در چیزه یه جاهای مخفی کار میکنه که چیزه. و دیروز مراسم چیزش بود، بنده خدا مراسم ختمش بود، بله. بعد ای پری روز اینا چیزش کردن بهشت زهرا بودن اینا. این دوتا مطلب خواستم. مریضی و سرطان زیاد شده، سرطان های چیز انواع و اقسام سرطان ها زیاد شده، خیلی زیاد شده، چون خواهر من بیمارستان کار میکنه بی نهایت. همش مال همین مسائل دیگه که بله بله. هوا هم نمیدونم چی حالا شیمیاییه، دارن چی آزمایش میکنن اینا. بعد اینا اینم مثل این که خیلی تاثیر داره، همه سردرد دارن، اکثرا مردم سردرد دارن. بعد یه بیرون میای یه ساعت دو ساعت نمیگه سرمون درد میکنه، حالا من نمیدونم بابت چیه. اینه که اینا چون تو اطرافمون من میبینم. بعد در مورد این خانم چیز اینا، من چند تا دوستام هستن. ببین یه ذره دهنتو بیار جلوتر، یه ذره دهنتو بیار جلوتر. بله بله خب حالا باش. این دوستایی که من دارم جوان هستن، دوست دختر دارن اینا، وقتی صحبت میکنم میگم مثلا دوست دختر داری چند ساله اینا، مثلا یه سال داره. بعد با عزم معذرت، مثلا با عزم معذرت معذرت خواهی میکنم، میگم مثلا شما بس خوابیدی با این خانم؟ میگه نه. میگم این چه دوست دختری تو داری؟ شما مثلا باید با شما مثلا همخوابی نداره. یا مثلا کسی که کسایی هستن که زنم دارن، میگه مثلا قسم میخوره میگه من الان با زنم مثلا یک سال مثلا نزدیکی نکردم. میگم چرا؟ میگه دوست نداره، حال ندارم، مریض فلان اینا. بعد همه اینها دنبال مثلا میبینی مثلا دوست دختر میگردم. بعد دخترها هم که میخواد دوست اینا بشن، براشون میگم مثلا برای من چیز بخر، کارت تلفن بخر، یه شارژ بفرست مثلا 10000 تومان فلان چیو بخر برای من. بعد میگم خودت اینا میخری؟ تو حال میدن یا نمیدن؟ میگه نه، ما فقط دوستی می تو. میگم این چه دوستیه که شما با هم سفید زندگی میکنی ولی تو نمیتونی دست بهش بزنی؟ میگه نه، دست چیز نیستیم. و من اطرافم هستم میبینم کسایی، من خودم مثلا این مشکل ندارم، من یعنی از نظر چی خودم من نه اجازه بده. شما یه جا رو خب تو من با این دیدم، چون خیلی از مردا با زنها دوست هستن، دوست مثل دوست هستن. این واسه تو ایران انگار مثلا زن و مردی با هم دوست باشن حتما باید با هم بخوابن، همچین چیزی نیست. اتفاقا حرفی که اینا میزنن، چون من در دوستای خودم و اینا دیدم، من با خیلی خانوما دوست بودم، سلام علیک داشتیم، دوست بودیم. لازم نیست که آدم حتما با اون خانم بخوابه یا خانومه با آدم بخوابه. این دوستی اتفاقا خیلی دوستی خیلی چیزیه، چون آدم مردا میتونن به زنا اطمینان کنن به عنوان دوست و یا زنا به مرد به عنوان دوست، ولی خود به مرد نمیشه اطمینان کرد، به خیلیا مرد به مرد واقعا بهت بگم. و همین جهت این حرفایی که اینا میزنن درسته، به عنوان دوست آدم چیزه با خانم‌ها خیلی میتونه اطمینان بیشتر داشته باشه و دوست باشه، بدون اینکه حالا لازم باشه آدم حتما چیز کنه، چون یه دوست واقعی باشن، نه اینکه دوست چیز. شما حالا فکر میکنی حتما زن و مرد باید با هم چیز باشن، من فکر میکنم اشتباه است. بله اینا طوری مثلا خب من دوست ساده هست، ولی دوست دو هم دوست عمیقه، چون این دوستی ها باقی میمونه. من سال هاست که دوستان خانومی هستن که با هم دوست هستیم، سلام علیک داریم، اصلا خب خیلی آدم که ندیدم،
خیلی آدم که دیده نه یه چند تایی هم که دیدیم هنوز دوست هستیم و سلام علیک داریم و این چیزا هیچ ارتباطی نداره به این مسئله. اصلا آدم به اون نگاه نگاه نمیکنه و اصولا اگه بزنم به نگاه یه جور دیگه نگاه کنی متوجه میشه و اگر یعنی خودش قطع میکنه یا اینی که طرز صحبت کردن همه اینا مشخص میکنه که نمیتونه اون دوستی ادامه پیدا کنه. ولی وقتی دوستن سالها میتونه این دوستی ادامه پیدا کنه. من اینو امتحان کردم و سالها هم هست که با دوست هستم. بله این دوستی خب در اروپا شما فقط میتونید دوستم باشید دوست نه همه آمریکاش هم هستیم همه آمریکا با همه میتونه آدم دوست باشه. این چیزی که در ایرانه آخه خیلی ها مرد نیستن میخوان مردیشون رو به هر کسی ثابت کنن. آخه اینطوری نیست مرد بودن. آدم میتونه خودش آدم دوست دختر خودش داره یا اینکه بالاخره چیز میکنه. ولی این ارتباطی نداره که با هر کسی رو آدم سلام علیک بشه باشه بخواد باش بخوابه. این مسئله اینجا اینطوری نیست. من فکر میکنم که بهترین دوستی ها همین دوستی های اینجوریه که همون دوستاتون میگه و منم تایید کردم. بله. اینا من خرج میکنم مثلا میبینی برایشون فلان میکنه میگم خب شما اگه اینو بردی شمال مثلا فلان کردی برای چی بردی خب شما زن دادی اینا میگه مثلا بردم مثلا من این که میخوام تنوعی باشه میگم خب باش میخوام نه میگه مثلا چیز نمیکنه نمیخواد نمیاد و در این رابطه بعد ما همین چیز میگه خب برای چی بس چه رابطه با این تو بعد چه می دوست دخترم بگو دوست ساده هستی. بعد اینا تو ایران اشتباهی ما بین این چیزا هست. نه این که میگه دوست دخترم خب طرف دختره یا خانومه میگه دوست دخترم اصطلاحه. چرا شما میگی دوست باید حالا بگی یه جوری ثابت دیگران بفهمونی که چون بگی ساده یعنی این که این نخوابیده اگه بگی دوست دخترم یعنی این که خوابیده. من یعنی یه مشکل الان تو خودتان روسای پیغمبر به نظر من یعنی شما هنوز من نمیدونم ایرانی یا خارج از ایرانی. من خارج از ایران هستم ولی در ایران که میرم مثلا میبینم که اینا همه مشکل دارن. نگاه میکنم مردها مشکل دارن. من خودم وقتی که اونجا هستم میبینم که زنم داره باز نگاه یکی دیگه میکنه رانندگی میکنه ماشین رو میگم خب تجربه میگم مشکل چیه چرا مگر چیز نیستی. بعد که تو دلش که میرید صحبت هایی که میکنی میگه مثلا من حتی یک سال با زنم نخوابیدم. خب میگم خب این چه مثلا چه مشکلی هست من نمیخواد به من بگی بقید اینو مثلا میشه حلش کرد چه مشکلیه. بعد میبینم که اینا مشکل دارن اصلا مشکلات میگه یا بلد نیست یا نمیتونه اینو این آقا ارضا بشه یا خانم بشه. بعد اینا وقتی که باشه چند تا شده 7-8 نفر هستن من هر کدومش نگاه میکنم افسرده. من چی میخوای دنبال مثلا چی میگردی بعد همش میگن در مثلا اروپا یا جای دیگه همیشه روی ریختن مثلا میرید اونجا. نه من اونجا اومده دوستم که بشی 4 ماه 5 ماه 6 ماه یک سال میکشه شما با این تازه نزدیک بشی دوستی ولی تو دوستی تا نشناسته تونه تو نمیاد تا چیز نکنه با تو رابطه برقرار نمیکنه. اینطوری نیست که تو باید سلام علیک کردی که دوست من شد. بعد اونا در ایران این اشتباه رو دارن میگه هر کی مثلا سلام علیک شما تلفن داد دیگه تموم شد دیگه من دیگه اینو که مثلا شب مثلا باید میرم بیرون. حالا این در چیز من این خواستم بگم که اینا ایران همشون اکثرا مردا نه اونی دارد. که میگه یه سال با خانومم نخوابیدم شما عدید خودت داری میگی عدید ولی اون اصل مطلب اینه که ممکنه خانومش مریض باشه یا خودش مریض باشه یه این خیلی یا اینی که مثلا خانومش دوست پسر داشته باشه نخواد با این بخوابه یا این همه اینا هست. این شما که نمیدونی موضوع چیه که بخوای قضاوت کنی. منم نمیدونم به همین جهت توی زندگی مردم قضاوت خیلی مشکله که آدم بخواد بکنه. الان تو ایران همه مریضن یعنی ممکنه یه مریض جسمی داشته باشه مثلا نمیدونم کبده چرب داشته باشه مثلا میگم نمیدونم یه هر علتی ناراحته وقتی تو وجود آدم یه چیزی مریضه اصلا حول و حوصله اینو نداره که حالا بیاد با مرده بخوابه یا مرده بره با زنه بخوابه واسه خاطر اینکه خودش بیماره میخواد این خوب بشه بعدن بهتر میتونه زندگی بکنه. علتش اینه بلد. نه اینه که بخوای آدم زود قضاوت کنه به خصوص تو ایران به نظر من. بله. یه آماری هم داده بودن که
در ایران بیشترین سایت و سایت های پورنو استفاده میکنن، بیشترین سایتی که میدن داخلش. یه بار یک سال پیش بود که بیشترین سایت ایرانی ها، ایرانی ها و هندی ها، این دو تا کشور بیشترین چیزو دارن اینا. نمیدونم من چون خودم آه. سایت پورنو من بعید میدونم. چرا؟ چون راجع به آمار اینترنتی اینا من زیاد اینجور چیزا رو قبول ندارم. اینا واسه خراب کردن یک مثلا مثل ایرانی هاست یا یک کشوریه یه این هاست که هندی ها میرن واسه اینکه 1,300,000 تا هستن، 1,300,000 تا، ایرانی ها 40-50 میلیون. اینی که میگه این دوتا رو با هم واسه میکنم به نظر من یه جا اشکال داره و در ضمن هیچ چیزی که بر علیه مردم ایران رو باید یه مقدار با تحقیقات بیشتر صورت بگیره که چیز بشه. من تازه ما جوانامون که همه معتاده حال پورنو نداره، اونایی هم که معتاد نیستن دوست دختر رو اینا دارن و یا دخترها دوست پسر یا زندگی دارن، حالا شوهر دارن. اینی که میگه این چرت و پرتایی که هی راجع به فضای مجازی میگن فقط برای خراب کردن ایرانی ها. تا اون موقعی که اینا رو همه آنوسیا در میارن میگن آقا تا اینکه آقا ایرانی ها قالتاق هم نمیدونم فلانن علم بلن که خودشون اینجوری هم رباخار هم اینا هیچ کن ایرانی ها آدم های شریفی هستن، خودت هم یکیش. حالا یه ذره تو اشکال یه مقداری صافکاری لازم داری اونم درست میشه. نه من چون میرم وقتی که اونجا هستم میبینم اینا رو، اینا همه نه زودی باور نکن. یعنی من الان دارم بهت میگم واقعیت اینه، این که ایرانی ها همه پورنو نگاه میکنن. خب خودت به جامعه ایران نگاه کن ببین این جامعه ایرانی که گرفتاره نه که پورنو نگاه میکنه، میکنه ولی من فکر میکنم حد اکثر مثلا خیلی نگاه کنن 3%-4%. یا آخوندا یا همین چیزا هستن که بیشتر توی فیضیه اونجا هستن و توی جای اینطوری. من فکر نمیکنم که با این همه گرفتاری کسی حوصله پورنو داشته باشه. دیگه حالا چیزم ولی خب دیگه این حالا این آمارایی که میدن دیگه چقدر صحت داره. نه ولی این اینا که مزاحم میشن اینا واقعا مثلا این دو سه تا مزاحم میشن از این آنوسیا هستن، اینا اصلا تخم پورنو هستن. یعنی باباشون و ننه‌شون 100% آره تو پورنو بازی کردن اونجا توی زیر فیلم پورنو حامله شدن. آره اینجوریه باور کن. اونا که آره اونا که واقعا حرومزاده کمه، باید یه چیز اونورتر باید بهشون بگی که میاد مزاحم میشه و زحمتی که شما میکشید. نه مزاحم میشه واسه این که میخواد جلو کار ما رو بگیره هر با ننهاش. میدونم چی بگم. به هر حال اینه که باید خواستم باید پولای قلابی زیاد شده، مردم حواسشون باشه. 50,000 تومانه قلابی به خود منم انداختن و اینا زیاده. بعد نه اینو بگو چه جوری انداختن رو بگو دقیقاً که مردم بفهمن. لابلای مثلا می خرید که می‌کنی می‌بینی مثلا یا پولی که می‌گیری بهت مثلا حالا شما الان فکر کن مثلا تاکسی می‌بری یا مثلا کار می‌کنی این 50 تومانی بهت میده، بعد خودشو می‌بینی بعد می خونه قلابیه یا مثلا از یا مثلا 100 تا کشیده پول کشیده میگه 50 تومنم به من بده، مثلا جنس خرید 5 تومن پول میخواد، این پول قلابی بهش میده. اینا مغازه‌دارا خیلی میگیرن و نه اینکه کار دستشون تو کار. الان به خود من انداختن، خود من دو تا 5000 تومانی یه دونه 5000 تومانی پول خرد کردم و نمیدونستم از خود صراف، از تو خود صرافی به من دادن لابلای پولا به من دادن. خود صرافی؟ بله برون پدر مادرشون. بله خود صرافی لابلای بعد آوردم بانک بدم بذار بریزم حسابه. یک نفر گفتش که قلابیه، بعد گفتم که ایداده بیداد خورد بشه پنجشنبه و جمعه تک من کجا برم حالا اینو ثابت کنم، من چطوری ثابت کنم؟ و گفت همونجا درجام سلاخ میکنه، درجام سلاخ کرد پول منه. گفتم حالا سلاخ نکنین و من گفت نه ما وظیفه‌مون سلاخ کنیم. گفتم بابا این پولو من خورد کردم اجا بریزم به حساب یک نفر از من خواهش کرد. یعنی یه دونه 50,000 تومانی؟ بله 50,000 تومانی ترابل چکه ها. یعنی یارو صرافه در روز 10 تا از اینا بندازه 500,000 تومان کار راحت. بله پولا میدم میره روزی 500,000 تومان. آره بله همین 5,000 تومانی داشت، الان 5,000 تومانی شما اونجاست،
5000 تومانی ایران چک. هموطنا حواستون باشه، از سر فکر نکنید جوده الان اینجا پسر پیغمبره ها، همه شون اینا اینطوری هست، صراف و غیر صراف. بانک هم میگیرید چک کنید، بانک هم همینطور قبول نمی کنن. بعدن که میری میگه به من ربطی نداره، به من ربطی نداره. من حتی یه جای بازه یه پولی باتی که رفتم به بانک گفتم، گفتش میخواستی چک کنید، من ربطی نداره، ما پولامونو چک میکنیم. گفتم چی بگم دیگه، من پول از شما گرفتم اینجا علمت مال دیگه، یه سال پیش، یک سال نمی پیشه. اینی که میگم بانک قبول نمیکرد، اینی که باید چک کنن موقعی که میگیرن حواسشون باشه. اصلا که دوربین هست ولی نمیشه دیگه اینا به دوربین رو بیارن و چک کنن و خرج داره بخودم. بعد حواسشون باشه وقت پولا رو که میگیرن هر جا، حالا از مغازه، از اونه که اوبر کار میکنن، اونه که تو فرودگاه کار میکنن، اینا حتی بچه خواهر من پول قلابیه، پول قلابی ترکیه انداختن، بهش گفته بوده ما پول نداریم، ما پول ترکیه بدیم، اونا زخ کرده بود، ما بیشتر هم میدیم به تو، داده بودم بهش اینا. بعد مقدرت خونه ماما پول من پول کار کردم زیاد گرفتم، پولای قلابی ترکیه دیدیم، لید ترکیه خوندن. بله اینه که حواسشون باشه. فقط خواستم اینو بگم که این چند مطلب اینا. خیلی ممنونم ازت، درود به شرف. بله. روستای پیغمبر. شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. درود بر زحمتش، دست شما رو می‌بوسم. سلامت باشید. صورت ماهتون می‌بوسم. قربان شما. زحمت می‌کشید. سلام هم تمام زرتشتیان و دوستایی هم که میان پشت. درود به شرفت. درود باشه. خیلی ممنونم. روستای پیغمبر. درود به شرفت. قربان شما. از کنم سپاس دارم از روستای پیغمبر و همه این صحبتایی که با هم کردیم. یارو عرض کنم که خب داشتم اینو صحبتش میکنم. ببخشید هموطنان، این طبق معمولی مزاحمه رو بلاکش کنیم برم. عرض کنم که اینو که خدمتتون عرض کردم، میایم سراغ اینجا و یه مسئله که الان پیش اومده و خیلی هم مهمه، مسئله ای که این ایشون آسمان هفتم میگه واگذاری چابهار به هند، از این پس برای سفر به چابهار باید از کنسولگری هند کارت سبز گرفت. شنیده ها حاکی از 99 ساله بودن مدت قرارداد موقت فوق می باشد، که حالا این قراردادم من خدمتون میخونم براتون، قرارداد و یا قرارداد یا چیزی که این خبرگزاری تسنیم، این خبرگزاری جمهوری شیعه گفته که یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت توسط بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد. وزیر راه و شهرسازی ایران که به هند سفر کرده گفته است ما آماده ایم تا بهره برداری بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه موقت که قبلا با یک بندر هندی برای مدت یک سال و نیم داشته ایم به شرکت هندی واگذار کنیم. میبینید داستانو؟ بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران میتواند موجب تسهیل دسترسی هند به کشورهای آسیای میانه و افغانستان شود و با توجه به استقرار چین در بندر گوادر پاکستان که در فاصله 80 کیلومتری بندر چابهار قرار دارد، موجب موازنه قوا میان هند و چین در این منطقه خواهد شد. این کجاش موازنه قواست که تو میای برای همسایت رقیب میتراشی و تو جنگ درست میکنی؟ این کار فقط کار یهودیای آنوسیه. یه عمر 1400 ساله، 3000 ساله تو دنیا، 1400 ساله دارن تو ایران انجام میدن، تو همه دنیا انجام میدن. آقا اونجا بندر گوادر مگه همه چیزا رو باید هندوستان ببره؟ هندوستان از اونور دنیا اومده میاد اینجا، شما بندر چابهار رو مگه خودتون نمیتونید؟ مگه چقدر خرج داره با مثلا با یک کشور اروپایی آدم صحبت بکنه بندر چابهار رو درست کنن عین دسته گل؟ چرا باید به این هندی‌ها داد؟ اینا همش داستان
آنوسیاست، داستان یهود جهانیه، سرمایه‌دار یهودی جهانیه که میخواد هند و پاکستان رو به جون هم بندازه. همین الان هم تو کشمیر انداختن. خیلی واضحه اصلا کسی داره این حرفا کدومه؟ اینا میاد ایران چیکار است که میاد؟ اصلا با اجازه کی اومده چابهار رو میخواد 99 ساله بده؟ حتی یک ساله بده به؟ اصلا چرا قرار داد؟ چرا باید به هندوستان بده؟ همین الان دارن هنوز چیز کارهایی که با دریای خزر کردن خوش نشده، اینا دارن چابهار رو این کارو میکنن. اینا همش داستان همین یهودیان آنوسی سرمایه داره که دارن این دنیا رو میخوان تصاحب کنن. اول به هم میریزن، قاطی پاتیش میکنن، خر تو خرش میکنن، هندی تو پاکستانی، پاکستانی تو هندی، بعدم همه که کشته شدن و فلان. الان صحبت از اینه که 10 میلیارد در چند سال آینده جمعیت جهان به 10 میلیارد میرسه. این دقیقاً این همین سرمایه‌دار جهانی، همین یهود جهانی داره این کارو میکنه. برای چی 10 میلیارد؟ مگه روی کره زمین موجودات دیگه ای حق زندگی ندارن؟ فقط انسان‌ها که 10 میلیون برای چی باید بشن؟ چرا اینا در زمانی که تمام دولت‌ها دست آنوسی‌ها هستش، تمام دولت‌های کشورها، یعنی عین این 10 میلیون زیر دست همین دولت‌های آنوسی هستند که دولت‌هایی که تو سازمان ملل هستن، مثل همین هندوستان، مثل چین، مثل روسیه، مثل انگلستان، مثل ایران، خاورمیانه، همه چی دست اینا افتاده و اینا جمعیت رو میرسن به خودشون میگن آقا مواد غذایی نیست. یعنی اینا میخوان جمعیت رو برسونن به حد انفجار، بعد مردم رو بکشن. هیچ، دقیقا هدفشون اینه. یعنی تا اونجایی که میتونن کره زمین رو به گوه بکشن، بعدش هم مردم رو بکشن، بگن آقا دیگه چون جمعیت زیاد شده بود ویروس اومد، دیگه ویروس زد 9 میلیارد رو کشت. حالا این 1 میلیارد هم شانس آورده این بنده خدا، اینا هم چون قوم برتر بودن نجات پیدا کردن، اگر نه اینا هم نجات پیدا نمی کردن، خداوند اینا رو نجات داد. همین چرت و پرتا رو میگن و میرن و اصلا به روی مبارک هم نمیارن چه اتفاقی افتاده. اگر نه آقا شما چی کار داره؟ شما اومدید توی دولت ایران نفوذ کرد، یعنی توی ایران نفوذ کردید، به جای اینکه ایرانی حکومت ایران دستش باشه، یه مش جود حکومت ایران گرفته دستش، بعد جوده تمام ایران رو داره تخس میکنه. آخه چرا؟ یعنی آخرین تمدن جهانی رو اینا دارن بمیبرن. ایران خیلی قبل از مصر بوده. مصر که اصلا دیگه از مصر یه فقط یه اهرام باقی مونده، چیزی باقی نمونده. اونا عربی شدن از سرزمین مصر، مردمش باقی نموندن، که فقط 3 تا اهرام باقی مونده یا 4 تا، حالا هر چی. ایران ولی مردمش باقی موندن، زبان فارسی هست هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان. این نشونه یه تمدن، اینا دارن نبه میبرن، رو هر 3 تاش هم دارن کار میکنن. بیا ببین آنوسیای انگلیس روی انگلیس چجوری دارن کار میکنن، روی افغانستان، رو ایران هم که خودتون شاهدید، کور که نیستید که. تاجیکستان هم همینطور. یه ذره چیز کنید هموطنان عزیز، به فکر بیفتید. این الان اینه دیگه، بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران میتواند موجب تحصیل دسترسی هند به که گور پدر هندوستان با به کشور آسیای میانه. خب پاکستان میتونه این کارو بکنه، خودش داره اونجا بندر داره، مادر قبا آنوسی های زن آزاده و افغانستان شود. خب چرا پاکستان به افغانستان نده که هم مرزش هم هست؟ چه هندوستان بیاد بده؟ و با توجه تازه پاکستان بیشتر هم احتیاج داره، واسه دیگه مردمش فقیرتر هم. حالا همه خود این دیوس های آنوسی زن آزاده پاکستان رو از هندوستان جدا کردن، همین الان هم سر کشمیر دعوا دارن. این زنازاده ها نمیذارن هیچ کس زندگی کنه روی این کره زمین. دیوسا فقط خودشون میخوان زندگی کنن. بیناموسا. به کشورهای آسیای میانه و افغانستان شود و با توجه به استقرار چین در بندر گوادر پاکستان
که در فاصله 80 کیلومتری بندر چابهار قرار دارد موجب موازنه قوا میان هند و چین در این منطقه خواهد شد. غلط کرده چین اونجا. من فکر نمی کنم چین پاکستان چیز باشه. این دعیوس این خبرگزاری تسلیم دروغ میگه مادر قهبه. اولا پاکستان به نقطه به ضعف گرفتاریای ایرانو نداره که چین پاکستان خودش یه قدرت اتمیه که بیاد بره زیر چین بخوابه که اون بیاد بندر رو چیز بکنه. اینا این دروغگوی مادر قهبه زنازاده این که حد نداره که می نویسه اینجا میخواد مثلا توجیه کنه مسئله رو که برای موجب تسهیل دسترسی هند به کشورهای آسیای میانه و افغانستان شود و با توجه اینجا به استقرار چین در بندر گوادر پاکستان که در فاصله 80 کیلومتری بندر چابهار قرار داره موجب موازنه قوا. چرت و پرت میگه این موازنه قوا همین داستان یهودیای سرمایه‌داره، آنوسیه، همه جا میخوان همه رو گذاشتن مقابل همدیگه که مثلا توازن قوا رو چیز کنن. به هر دو طرف هم اینا جنس میدن، به هر دو طرف هم اینا هم اسلحه میدن، به هر دو طرف میفروشن این زنازاده ها. اصلا من نمیدونم مرد دنیا باید یه فکری به حالا این مسئله بکنه. الو بفهمید. درود داور جان. درود به شما آقای داداش فرمانده. بفهمید داداش فرمانده زنده باشی. امشب صدا عالی شد، صدا رو از گوشه قشنگ میشنم، نمیدونم چی شد، الهی شد. درود داور جان، درود بر مادر بزرگ چیچینیا چیچیلاس. یه دو دقیقه داور جان اگه اجازه بدین من زیگزلی صحبت کنم به معنای اینکه جانم بفهمید جانم شما مهمنن 3-4 دقیقه صحبت میکنم. نه من قربونت برم، محبت داری زیگزلی کم حساب چیز نکن، کم حسابی نکن. ما رو 2 دقیقه ما چارجت نمی کنیم، ما 4 دقیقه چارجت می کنیم، یعنی پول 4 دقیقه بزرگواریت قربونه برم. ما کوچیکترم، ما دستمون تو جیب خودت است. قربونه برم، مرسی. من زیگزلی صحبت میکنم به معنی اینکه یکی چپ میزنم یکی راست. عرضم حضور شما که در قرن 21 ما شدیم مردم پیازی. به چه معنا؟ حالا پیاز گرون شده تماممون سیاسی شدیم، مسئله نداره ها، ولی اینه مثال میزنم، ما باید فرزندمون خانوادهمون گیر بیفته تا از مقولای دیگه که ما رو 40 سال استابوندن بیان بیرون. بله وقتی حسن حاجی عبدالله اجمن یه خانمی میگیره مثل تمام دنیا، یه دختری میگیره دختر دایش است، بعد با خارزنش هم میرزد رو هم، زن اولی که همون دختر داشته طلاق میگیره، با خارزنش که هست میره یه خارزن دیگه شم میگیره، 2-4 تا دوست دختر حسن واعظی براش درست میکنه. عزیزان فکر نکنید این داداش فرمانده و هامان که میان اینا رو استر کتاب اینا، ما پدرمون در من خودم من بابام در اومده، خون ازم دفع میشه تا اینا رو جمع جور میکنم و کنکاش میکنم با همه این میاد میره. ولی شما برین برای اینکه ثابتتون بشه بپرسین ببینین حاجی عبدالله حسنی حاجی عبدالله اجمن در رامسر شب چند تا هفته چند روز رامسر است با این دختر و اون دختر. و درود میفرستم بر بانوی بزرگ خانم میترای زرتشتی. میخوام بگم عزیز جون این که میگم زیگراسی من صحبت میکنم چیزی سر جا خودش نیست، هیچی سر جا خودش نیست قربونتون. و از ماست که بر ماست. چرا دادش فرمانده من در 13 سال از خانمم رفته به فکر اینم که اون در زباهن اصفهان که در اصفهان است باز برید شما کنکاش کنید ببینید حرف حق کجاست، کی سطمه میخوره تو این دنیا، کی میفهمه حرف سر فهمیدنه. برید در اون یکی زباهن اصفهان روبر اون در زباهن اصفهان جایی هست به نام شرکت واقع بپرسید ببینید زیر این کوه که اسمش از شرکت واقع الان چقدر از جوان و مردم زیر این کوه هست که بنده را سال 60 کردنم توی یخچال آسانسور رفتم پایین زیر این کوه توی این سلاخا اونجا بودم. برید عزیزان بهشری اون کوه بلند که میونه الان فکر کنم میونه اتوبان بهشهر است که کاخ اشرف پهلوی اون بالاشه
برید زیر اون کوه ببینید چقدر جوان اونا. خب این جوانی که اونجاست با حسنی عجدالله یا مهدی شیر محمدی که حسن واعظی به شیشه میده بیاره تو روستاهای زفه و نیسیان و ززه و سرکه و حدود ناین و کوپایه و تریاک از اونجا میبره تهران، اینا دست کیه؟ یا اون برادران رضایی تو خرم آباد مواد پخش میکنن، اونا کیان؟ و من عوض میخوام دیگه اسم نمیارم، میگم بانوی فلان خانم فلانی، فکر نمیکنید این خانم و اون دخترم میاد میرد با همون حسنی عجدالله که باغ 30,000 هکتاری داره تو رامسر، هیچ وقت با یه جوانی که صبح رفته سر کار یه امر رو معاشید خیلی ساده داره، هیچ وقت دختری نمیاد به این نگاه کنه، سالم هم زندگی میکنه. ما اونم میبینیم اهلی دود نیست، اهلی هیچی نیست، یه زندگی ساده داره. عزیز جون ما چیز ما را ریختن به هم، قربونتون برم ریختن به هم و ما نمیخوایم متوجه بشیم. یه عده میسوزن، یه عده مثل حسن واعظی ها توی تهران بچه یه کویر ذاتن، یه عده مثل اون سازی ها ارجمند ها تو ایرفشان تو اردستان اونجا دارن میخورن، یه عده دارن تو خرم آباد میخورن این آدم فروش ها. خب یکی باید اینا رو بیاد بگه، وگرنه این داداش فرمانده. و من خودم رو میگم چرا من نمیخوام، من ایشانوش نمیخوام، من همدم نمیخوام، پس اون وقت اونی که پشت دیواره اون زندانه است اون تکلیفش چی میشه؟ مرتضوی در مشهد که تاجر بیماغنه درزیه که بیماغنه است، و بیان ببینید در حدود بجنود و شیروان اون ویلا را ساخته. آقا داور جان از خوشحوی از نانی گرفتن دادن به این، چه فرق میکنه؟ اون زمان 1,000 فامیل میخوردن، این زمان این میخوره، اون زمان شاه میخورد حالا شیخ میخوره. تو آقا اش عوض شده شیخ و شاخ. یه عده جوونم بیگناه میسوزن، یه عده جوونم بله ماشین سواری میلیاردی شدن، آقای عجمند و بچه مرتضوی در مشهد و رضایی در خرم آباد و یه عده تو زیر زمین ها دارن میسوزن. از ماست که بر ماست، ما تو خودمون پیدا نکنیم، وگرنه همه جوونی حق داره، همه ایشانوچ میخوان به قول فیلم مارمولک کاری به اون دعیوز دهنمکی نداریم. ما سوژش دشمنمونم که حرف درست بزنه میقاپیم ازش حرف درست ها. آقا رسیدن به خدا راهای مختلف داره، راه داره کار، ولی نه یه عده بسوزن. به یزدان پاک اگه یه پسر سالم بیان تو من کچلم نیستم راستی موثرم بهتون معرفی کنم، سالم خوب کاسد صبح ساعت 7 میره شب میاد پیش پدر و مادرش، 30 سالشه نمیتونه ازدواج کنه، زندگی نداره، هیچ وقت اون خانم یا اون زن نمیاد به این نگاه کنه چون ماشین نداره، خونه خوب نداره. پس از ماست که بر ماست. عزیزان اینا همه درسته، بگردید ببینید این حسن واعظی پول دست حسن واعظی هاست، پول دست ارجمند هاست. به خود بیام اونایی که تو بندن الان مشت لقت میکنن دیوار و یک قسم میخورن به همون توالت زندان که یعنی بیرون از این دیوار کسی به فکر ما هست؟ ببینید کلمه گناه ها یه شکل یه جور یه شباهته، ولی یکی گناه میکنه یکی گناه داره. قربونه دارم داور جان، امری فرمشی نداری؟ بازم میگم عزیزان من قربونتون برم، سلسل اسما رو پیچوندن، من بارها بارها و بارها اینو گفتم، استخونی سگه رو انداختم تو آخر خره، یونزه خره رو ریختم تو آخر سگه و یه جا به جایی نابرابر ناپسند شو. آقا این ظریف تا حالا من نفهمیدم یکی بیاد بگید با اینجا کری خیش آقا من، آقا به زبان فارسی ایرانی خیشن یا
دختر پسر به بنده گرفتن. آمریکایی ها رو من دارم بهشون میگم از این جان کری باید بترسیم. این دعیوس قاس قلنگ نمیذارد این ایران درست شه. شما نمیدونید ما از کجاها داریم میخوریم. چرا جنگ شروع نشد؟ چرا پهپادا زدن؟ چرا 4 ماه پیش ما آمدیم گفتیم جنگی نمیشه؟ و درود میفرستم بر خانم خبرنگار جنگی، امروز خبرنگار بود، بیاد رو خط. عزیزان دست همه ما باید بگیریم، 7 سر فهمیدن است. ما باید هم دیگر رو بفهمیم، ما باید به هم دیگه کمک کنیم. الان موقع حجی دعیوسشونه. امروز داشتم با آلن داور جمعه صحبت میکردم، هنوز میرن حج، هنوز اعتقادی دارن که یه خدایی هست در یه کشوری دیگه. پس اگه این خدا اونجا از شما میتونی، نمیگم تو خود کشور عربستان، شما میتونی پاشی سوار هواپیما شو بیای تو شهر خودت هزار تا گوهکاری بکنی. آقا خدا وجدانت است تو قلبته، وقتی نداری خدایی نداری. اینا بازی هاست. سالها پیش یه دوستی من رفیقی زورکی بردمون، گفت پاشو بریم یه کی از حاجی اومده زورکی بردمون، یه مش دستمال هم حاجی آقا سلام علیکم چقدر لیاقه داشتن شما. من همونجا بلند شدم به من گفتن ای کجا چیزی، گفتم آقا ما لیاقت نداشتیم، اینشون لیاقت داشته. ما تو ادبیاتمون گیریم، تو فرهنگمون گیریم، هنوز تو اینیم که شماره پلکی کی بالاتره، کی سواره چه ماشینی شاسی بلنده، کی هیچ وقت نمیخوایم ببینیم کنار خیابون کی بایستده، کی هیچ وقت نمیخوایم. من اول واژه‌ام گفتم ما زیخ حالا تو این قرن شدیم انسانهای ایرانیهای پیازی. ببینیم بچه‌مون اگه گیر افتاد میخوام زمین از همون به هم بدوزیم، اما حالا به ما چه که امشب پنجشنبه است یه زبون بسته تو کوهای بهشهر زیر اونجا داره شکنجه میشه. تو عادل‌آباد شیراز الان دارن شکنجه میشن، تو دستگل اصفهان شکنجه میشن، تو اوین همینطور، حسن واعظی حسنی هم ریخن دارن میخورن. حسنی آقا گفتم حسنی تئوریسین ایران چرا خبری ازش نی؟ آقا زادش فرمان نمیگه، همه شون هم پماهواران تئوریسین جمهوری اسلامی. حسنی فامیلش هم نمیگم دیگه، اگه هستی بیا یه گزارشی برای دانشگاه یا صحبت کن. نیستی داور جان، قربونه دارم، امری نداری؟ سپاس دارم عزیزم، قربانشون، قربونه دارم. یازم یازم میگم درود بر همه رنگ و رنگی. یازم اصلاً که این 2 ساعت اول رو من یادم رفت ضبط کنم، اگه کسی داره برای من بفرسته تا همین الانش رو، یه 10 دقیقه پیشش بعد زدی میتوزم، مسئله نیست، نشدم نشد مسئله نیست. ولی کلا عرض کنم که داشتم اینو میگفتم، هندی ها مشتریان جدید زمین های منطقه آزاد چابهار هم. هندی ها برای سرمایه‌گذاری در حاشیه دریای بله اینو که خدمتتون عرض کردیم اینه، عرض کنم که بله بعد نوشته این تس عرض کنم که هندی ها برای سرمایه‌گذاری در حاشیه دریای عمان بخشی از زمین های منطقه آزاد چابهار را اجاره خواهند کرد. این اقدام یکی از مضامین قراردادی است که در خصوص سرمایه‌گذاری آنها در جنوب ایران در هفته گذشته میان ایران و هند به امضا رسید. اولا ایرانی وجود نداره، این حکومت ایران حکومت ایران نیستش، که اینا که به اسم ایران میرن ایران نیستن، اینا یه مشت آنوسی هستن در لباس ایرانی ها، اونجا زاده شدن به زور حکومت رو گرفتن دستشون. ما تا آخر دنیا هم اینو میتونیم ثابت بکنیم. بنابراین گوه میخوره هند قرارداد ببنده، اینا هم گوه میخورن که قرارداد میبندن با هند.
این اینا یعنی دقیقاً به همین صورتی که میگیم، یعنی 100% این قرارداد اصلا مشروع نیست، مورد مردم ایران هم دیگه، اینا که مال این چند نفر نیستن که به زور به این آنوسیایی که به زور اومدن حکومت گرفتن که. این واگذاری ممکن است اجاره 99 ساله باشه که خیلی بیخود هر زمانی که حکومت باشه اصلا بلافاصله هم این حکومت قبلی رو عدم همشون رو اعدام میکنن مردم ایران و همین 99 ساله هم اصلا درست نیستش. محسن محمدی معین مشاور امور ترانزیت و حمل و نقل، من این آدم ها رو مورد قبول مردم ایران نیستن، و حمل و نقل سازمان منطقه آزاد چابهار با اعلام این خبر به فرصت امروز میگوید پیگیری های مکرر هندی ها برای سرمایه‌گذاری در ایران تصویب 6 میلیون دلار را توسط مجلس این کشور در ماه گذشته به دنبال داشت. 6 میلیون دلار دارن مفت خیلی جالبه، و آنها این مبلغ را در چابهار برای خرید تجهیزات تختیه و بارگیری و اجاره و اسکله اختصاص خواهند داد، که این کاملا مشخصه که تقلب جهانیه. 6 میلیون دلار میخوان یه منطقه استراتژیک ما رو بخرن. خب این معلومه کلکه، فقط این چیزاست دیگه، آنوسیاست. این که میگم آنوسیا پشت همه این داستانه آنوسیا هستن. الان حکومت ایران دست آنوسیاست، همه این کارهایی که داره میشه این آنوسیا دارن انجام میدن. هیچ جام بعدا نمیتونن درم بگن آقا ما نبودیم.